رفقای دوست داشتنی، خوشمزه، با مزه و مشتی خودم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه بچه ها. دوستان گل من، امروز ویدیوی خیلی بامزه داریم. من از رفقای کانال تلگرامیمون خواستم یه ویدیو از بتلاشون بگیرم و واسم ارسال بکنن تا با هم دیگه تو همچین ویدیویی نکات مثبت و منفی بتلاشون رو بررسی بکنیم و در آخرم بر بتل از 1 تا 10 نمره میدیم بچه ها. اینجا بچه ها بتلاشون ارسال کردن. فقط نکته قابل توجه چیه؟ اینه که خب بچه ها بتلای مختلفی اومده. یه بتل سطح بالا اومده مثل این پرو پلگر، یه بتل خاصی که اومده بچه ها این بتله محمد لایت ایرانی. بچه ایشون بتلش ارسال کرده، پروفایلش عکس محمد لایت داره، ببینین این شخص بچه محمد لایته. عیسی دل من، خود محمد لایت همین که تو تصویر میبینی پلگیر مصریه، ولی ایشون حالا ما بهش میگیم محمد لایت ایرانی. در ادامه میبینیم چه کرده بچه ها، بتلش رو بررسی میکنه. خلاصه دوستان گلم، اگر شما هم ویدیویی دارین که میخواین ارسال بکنین، لینک کانال تلگرام رو توی توضیحات همین ویدیو میذارم. اگر روی لینک آبیرن کلیک بکنین، مستقیم وارد کانال گروه تلگرامی ما میشین. خب عزیزای دل من، ما بتل اول و وین آخر گرند رو داریم، ولی خب این بچه پرو پلی رو بررسی بکنیم اول. دوستان گلم، این نماد 100 تا گرند نیست، حداقل 1000 تا گرنده. ببینین نمادش نماد خاصی بچه، این نماد برای 1000 تا گرنده بچه، 100 تا گرند نیست. حریف هم پلیر معروفیه. دوستان گلم، فکر میکنم نفر اول گرند توی کلش رویاله تا جا که من یادم اسمش همین بوده بچه، بالای 1000 تا گرند تکمیل کرده. دیکی ایکس بود در مقابل اسپارکی ما شده پسر، اگر وین گرفتی درود به شرفت، چون بچه واقعا کار هر کسی نیست، اونم همچین پله گری بچه. اگر وین گرفتی واقعا دمت گرم. حریف بچه فایبال زد، دوستان گل من میتونست فایبال نزنه، مینی پکان انتخاب بهتری بود. یه بار دیگه بچه بررسی بکنیم ببینیم، میتونست بچه مینی پکا بندازه، حملش هم قوی تر میشد، ولی خب حالا نمیدونم چرا فایبال زد. دوستان گلم، مچاپ ایکس با میتونه بزنه، اسپارکی هم میتونه بزنه، ولی فهم میکنم خیلی کم به سود ایکس با باشه بچه، یه مقدار خیلی کم به سود ایکس با هستش. نظر من اینه. حریف بچه نایت اولوشن هم داره، واقعا با نایت اولوشن زدن همچین دکی کار مشکلیه، دمت گرم. حالا بچه واقعا من نمیدونم زده یا نه، چون ویدیو رو نمیبینم. آرچر حریف بچه فایبول هم داره، سر اینجا تسلا و نایت ماشالله پسر، خیلی تمیز، خیلی تمیز دفاع انجام میشه ماشالله پسر، کاملا بچه مسلط، بازی دستشه، مدیریت میکنن. حریف بچه جوینت کوبلی نداره، بتونه ایکس پو بره فوق العاده است، اگر بتونه عالی میشه، چون بچه حریف جوینت کوبلی الان توی دستاش نیست، کارت تانکش نیست، نایت هم بچه نداره. یارچه سری برو ایکس پو، سری ایکس پو ماشالله پسر. پلیر بچه فوق العاده باهوشه، این نکته رو میدونه. نایتو بنداز، نایتو بنداز، یه لاک میتونستی زودترم بزنی، مینی پکارو بگیر ماشالله پسر. خیلی بچه خوشگل حرفی بازی میکنه، فایبولو باید بزنه بچه، کار درست هم همینه. میتونه اکسپو بعدی رو بره. ترجیح میده بچه دفاعی بازی بکنه، انتخاب مناسبیه. اینجا آرچر ماشالله، بچه آرچر کنار تسلا نمیندازه که عریف جفتشو فایبال نزنه، خیلی حرفه‌ای، خیلی تمیز ماشالله پسر، قطعا ایکس بو ماشالله. خب مرسی تسلا.
حریف تو جوینت گوبلینش بیاد میرسه. آره بچه میرسه. نایتو بنداز ماشالله جوینت گوبلین پرپر میشه بچه، مطمئن باشه. ایکس بوی بعدی اینجا دیگه حریف بچه دخلش اومده. ماشالله پسر آرچر مرسی. مینی پکاشو انداخت، حریف بچه باخته. دوستان گل من نباید مینی پکا مینداخت. بله بالاخره کانک شد. سلی تسلا اشتباه کرد بچه، اینو دف بکنه میتونه ایکس بو بعدیش هم بندشه. فایبول بعدی زد سلی ایکس بو. ایکس بو ایکس بو رو برو رفت تو دفاع. آها بازی خیلی جلو. آفرین پسر من حواسم نبود. دوستان گل من بازی و خیلی جلو دفاعی بازی کنه کار تمومه. بله دفاعی پلی بده کار تمومه. خب مرسی آشه ماشالله ماشالله دفاع تمومه بچه. مرسی دوستان گلم آرچه رو همیشه دور از تسلا میندازه که حریف جفتشو با فایبول بچه نزنه. نکته بسیار مهمیه. عیسی دل من آرچر با فاصله از بیلدینگش اینجای لاک خیلی تمیز کاملا مسلط فایبال ماشالله تموم شده بچه. میگم بچه مچاب کمی به سود ایکس بو هستش، ولی خب حریفم میتونه بزنه، ولی خب مچاب برای ایکس بوه. مرسی پسر مرسی. واقعا بچه من لذت بردم. حریفش خیلی پروپلیر بود. خودشم انصافا بی نظیر بازی کرد بچه. من میخوام نمره بدم. نمره از یک تا ده نمره 9.5 رو میدم بچه. واقعا فوق العاده بازی کرد. خیلی تمیز خیلی تمیز. دمش گرم. به بچه وین آخر گرند رو بررسی بکنی. مهدی مثل که گرند زده وین آخرش رو واسه همون انصار کرده بچه. اوه 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 این هم بچه پرو پلگیره. دکه دستا زم مقابل لاوا کلاسیک شده که مریضی داریم احتشان. لاگو میزنه میتونست زودترم بزنی، ولی خب اوگه دوتا میزنه. آره بچه هوایزن داری مهدی؟ آها چیز داره بچه اینفنو تاورم داره ماشالله پسر. یه پرنسس. خب مرسی گابلین گنگ. اوه اوه بچه حریف تیرم داره. حریف خیلی اذیت میکنه. عیزو دل من حریف دک مهدی رو اذیت میکنه. چجوری زدش پسر چجوری زدش؟ ببینید چه باهوشه. وقتی اکسی شیشتا شد مگا مینیون انداخت که برای دفاع هوگرایده تومسون رو داشته باشه. خیلی باهوشه بچه خیلی حریفش باهوشه. مرسی تاور میره بعد ماشالله پسر. خیلی تمیز تاور رو از حریف گرفت. خیلی حرفه‌ای بچه. خیلی برل به موقعی انداخت. میدونست که حریف بربر میندسه. ولی مهدی من انتقادی که دارم اینه که نایتو بازی نکردی اصلا. الان باید اِوولوشنشو مینداختی. نه که بار اول بندسیش. ای کاش نایتو تو زودتر بازی بکنه. گابلین برل. ماشالله مهدی ماشالله مهدی. حریف میستاد. مرسی پسر مرسی پسر. حریف فشو ناکس رفته توی دفاع. میخواد مهدی رو اذیت بکنه. میخواد دفاعی بازی بکنه. آخر کار یه اسپلوی تاور مهدی بزنه. حواس تو جمع کن مهدی چون. مرسی برل. خیلی خوشگل برل میندازه. بوک بندازی با بربر جمع میکنه متاسفانه. او چه فکر بازی زد بچه مهدی. اسکلتو بربر ماشالله مهدی بچه چقدر خوب بازی داره میکنه. وای وای بچه مهدی چقدر داره خفن بازی میکنه.
اسکلتو بربر زد، ماشالله پسر چیکار کردی؟ ماشالله پسر بی نظیر. مهدی بچه بی نظیر، خیلی تمیز فکر بازی های فوق‌العاده ای انجام داد. اسکلت اوگرایدر آخر فکر بازی بود بچه ها، واقعا دمش گرم. آقا مهدی دمت گرم. مهدی دیگه درسته؟ بله واقعا بچه ها دمش گرم. نمره 9.5 از 10، 9.5 فوق‌العاده بود بچه ها، باده که ده حساس ماشالله بسه. بچه ها ایشون رو بررسی بکنیم. مانی یکی از دوستان من، یکی از حرفه‌ای ترین گالم پلیر های لوکالمون بچه، با ترکیب گالم و تیر و ضرب رنگ 200 بچه مانی خیلی حرفه‌ایه. توی ترکیب خودش واقعا استاده، از دوستان من بچه ها میشناسمش. خب زپو بزن ماشالله بسه. گالم فرست پلی؟ نه آخه بچه، معمولا مانی دیوونه بازی میکنه، سری گالمشو میندازه، سبکی بازیشو میدونه، ولی این بار مثل این که داره بچه حرفه‌ای ترپلی میده. یه ذره بزنیم جلو. خب بازی کردن دیدیم بچه مانی دیوونه بازی میکنه، گالمشو انداخت. نایت ویچ ماشالله پسر، فکر کنم لامبر جک. بله خب حریف باید بیبی دراگون رو بندازه، دفاع انجام میشه، حریف بچه دفاع رو انجام میده. بله به نظر من مانی میتونست تیرو نزنه، اون دیگه چه کاری بود؟ بله لشو چرا اینجوری انداخت؟ الیت بچه، با الیت کانون کارتو کشید بیرون. اون کانون کارت اگر پشت گالم بیافته بچه و مانیو خیلی اذیتش میکنه. دوستان گلم، بایی الیت کانون کارتو کشید بیرون، به تاب ردیف هم دمج سنگینی زد. این نکته است بچه. از لان مخالف خیلی عجیبه، از لان مخالف داره بازی میکنه. کلا بچه نمیخواد دفع کنه مانی، فکر میکنم یه مگا مینیون روی فونیکسش بندازه. نه هنوز بچه کارتی برای دفع ننداخت. اوهو رفت برای تاور دوم ماشالله پسر. سه میشه حریف بچه، عیسی رو دلمان حریف اینجا سه میشه. بله ماشالله مانی. دوستان گلم الیتی که برای تاور دوم انداخت خیلی شاهکار بود، واقعا بچه بی نصیب بود، حریف سه نشد. آخ 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 دوستان گلم، حریف لایتنینگ داره، کار مانی سخته. تو همچین شرایطی کار مانی بچه سخته، چون حریف کارتایی داره مثل کانون کارت و اینا، دفاع رو انجام میدن. میبینین چجوری زدیش به سر. یه لامبر جک حریف گالم انداخت، نباید گالم میداخت چون گالم نابود میشه بچه ها، باید دفاع میکرد بعد گالم میداخت. این بچه غفل کیمیاد از گوشی من نیست و از گوشی کسی که ویدیو میگیره، وگرنه من حواسم هست، اجازه نمیدم شما اذیت بشین. لامبر جک ماشالله ماشالله صورت عمل. الیت میندازه مانی به همراه بومبر. او تاور میرود چون خیلی وحشیان اینا. نه عریف دفاع کرد، چه دفاع وحشی میکنه عریف. واقعا دوستان گلم ده که مقابل زده مانیه، چون دوتا هوایزن داره، لایتنینگ داره، مانی بچه اسپلی نداره، خیلی زده. دمش گرم تا اینجا پیش برده بازی و دمش گرم. مرسی الیت، مرسی الیت. یه تیر مرسی. مینی گالم، مینی گالم ها دمش میزنم. مرسی. خب
این دفاع برای مانی سخته، این دفاع الان از وسط گالم میاد. آخ بچه ها خیلی سخت شدن. مرسی الیت، ما شلا فکر بازی بچه ها بهترین کارو کرد. عیزه دل من مانی نمیتونست دفاع بکنه، خودشم میدونست، برای همین حمله کرد و حریفو سه کرد. ما شلا فسر اینم بچه نمره 9.5 چیکار کنم دیگه، همه تون فوق العاده این. شاید بگین چرا 10 نمیدم، بی نقص فقط خداست بچه ها. شوخی میکنم ولی بچه 10 دوستانم خیلی خاص باشه، هنوز بطلی نیمده که من از صمیم قلبم اش بکنم، ولی اینا هم واقعا فوق العاده بد نیستم بچه ها. خب اینو بررسی بکنیم. از اول خورده به پروپلیر، بله بیسوین و گرند پروپلیر دیگه بچه، بله ببینیم چی کار کرده ایشون. مستر بیبی، آقای بچه، خب اینجا میدونیم بچه کار بکنیم. خوبه، بد نیست، آره بد نیست، خوب بازی کرد، خیلی تمیز بازی کرد. بچه دمیجی هم زد بچه مستر بیبی. چه دمیجی زدی پسر، ماشاءالله چه خوب موقع حمله کرد، تعریف نباید دفاع میکرد چون دفاع بیفایده است. میبینین حریف عجله کرد، اون باید بربرش رو از عقب مینداخت تکامل بکنه. با گالم کالکتور عجله بازی کرد، یه بومتاور. ببین مستر بیبی، نایت تو بعد انداخته میبینی؟ الان هم به نایت دمج میخوره و هم به بومتاوره. نایت تو باید جوری بندازی که بومتاوره دمجی نخوره. الکترو دراغون به بومتاورت هم دمج زد، منظورم اونه. اینجا نایتت میاده، نایت تو بنداز. چرا ماینر انداختی؟ حریف کالکتور داره، نایت تو بنداز، ماینر رو نگه دار برای زدن کالکتورش. کار اشتباهی کرده. پویزن میتونه بزنه ولی بهترش اینه کالکتور رو با ماینر بگیره. مچاب دوستانه گلم عیز دل من، مچاب مساویه، آره مچاب مساویه، کمی به سود مستر بیبی، کمی به سود ماینر سایکل. بچه ها حریف کار با بربار تکامل و بلد نیست، اصلا بچه ها نمیندازتش، اشتباس از عقب باید بندازه تا اولوشن بشه. وکی مستر بیبی ببین، این بومتابه رو از بالا میندازی، الیت اذیتش میکنه، اون بریل اذیتش میکنه. نایت اولوشن سر اینجا بعد ماشالله ماشالله دفاع ماشالله بسن. یه ماینر سمت راست تموم بکن، میتونیسی نندازی ها، آخر کار پویزه میزدی بهتر با، ولی خب بلا. ببینیم بچه ها بومتاور رو یه پله بالا میکاره، میبینین یه پله باید پایین تر بیا، اشتباس. لاگت زیاده روی بود، الان برای بربر تکامل چیزی نداری، لاگو نباید میزده، لاگت زیاده روی بود. ولی در کل بچه عالی بازی کرد، نمره 9 از 10، 8.5 از 10 قشنگ بازی کرد بچه، واقعا دمش کرد عیز دل من، واقعا دمش کرد. نمره 8.5 از 10 بامزه بود. و بتل بعدی عیز دل من بپردازیم به محمد لایت ایرانی. ببینیم ایرانیش بهتره یا ورژن مصریش. علی آقای عزیز دیوونه شما بچه. خب کینگ تاور اکتیویشن نه، دوستان گلم میتونست کینگ تاورشو اکتیو بکنه ولی چون توی ایران اینترنت هممون افتضاحه، من ایرادی نمیگیرم، اشکالی نداره عیسوی دل ما، هن اشکالی نداره، پیش میاد، ما نت درست همون نداریم. اوه حریف بچه خیلی اوجاش خیته، میتونستی فایبال نزنی ولی بازم بد نیست. حریف بچه اوجاش خیلی خیته، چه بازی کردنه. آخ محمد لوی جان
فلانگ ماشین آخه اینجوری؟ و شما دکت هم چرا اینجوریه؟ چرا وین کاندیشن نداره؟ بچه محمد لایت ما وین کاندیشنی نداره، جاینت رم رایدر هوگ رایدر بچه نداره، بوم تاورت خیلی بد بود. شما عکس محمد لایت رو گذاشتی، من گفتم بچه الان به چه پروپلیری خورده. شوخی میکنم، ایشونم به هر حال حرفی میشه به وقتش. کمی بچه وقت بذاره سمت ایده که بالانس رو اصولی بره، قطعا بچه به وقتش پیشرفت میکنن. خب ببینم چجوری دف میکنه این؟ اصلا اونو چجوری زدی اون دکا؟ کارت حمله چیه؟ بچه سوال من اینه که ایشون با چه کارتی حریفو زده؟ خیلی عجیبه، فایبول خیلی بد. این درست نیست، تیرتو نزنی، گارد بنداز. بچه ها دک معاملات ایرانی زیاد اصولی نیست، کارش سخته. به این بومتاور و ماسک و کناره هم ننداز، الان فایبال میزنه. بله بعد بومتاور میزد دیوانه حریفت نشه. باخت شما معاملات جان، آخه اینجور که بوش میاد شما باختی، دکت خیلی اوضاعش بده. علت باختت به نظر من ترکیبته. اگر ترکیب بهتری داشتی خودت هم بهتر بازی میکردی. فایبول بعدی نبود. بچه این قفلی که میاد برای خود شخصی که ویدیو ارسال میکنه واسه من نیست. مرسی دفاع. مرسی دوستان گل من، انصافا بعد دفاع نکرد، فقط من مشتاقم ببینم چجوری حمله کردی بهش. خون اشتباه سعیز من، این حمله کاملا اشتباه است. ماسکیتر فکر کنم اینجا ماسکیته دمج زده ها. مرسی ماسک. خوبه بازی بچه ماسکیته تقریبا رسون. ببینیم در ادامه چه کرده محمد لایت قصه ما، قهرمان جهان در کلش رویال. فایبال میزنی؟ کلن بچه همه رو با فایبال زده. خوبه بد نیست. فایبال بزنی میتونه بیم بگیره، چون کارت دیگه جز فایبال بچه ها نداره. چیو به تابر برسونه؟ کارتی نداره. اینجای گارد. فایبال روی تابر فایبال بزن. بچه زودتر فایبال رو بزنین که زودتر بچرخه و از اون بر زودتر هم فایبال بعدی دستتون بیار. مرسی تیر، اینو دفاعش بکن. مینیون ماه شده پسر، دفاع نمی کردی عذیتت می کرد. دوستان گلم محمد لایت ایرانی ما بعد بازی نکرد، فقط برای حرفه‌ای شدن کمی نیاز به تجربه و تمرین داره. بچه در کل بد نبود، من نمره 6 رو میدم. تمرین بکنه یکی دو ما وقت بذاره خیلی حرفه‌ای میشه بچه. خب امیر حسین رو بررسی بکنیم. امیر حسین عزیز از لاگویت پلگرای در اشیک کانال که الان داره آیس ویزارد میزنه بچه ها، اسپلاشارد میزنه با آیس ویزارد. خب امیر بچه بسیار پسر با ادبیه، چندین بار من برای ساختن اکانت ازش، برای ساختن ویدیو ازش اکانت گرفتم بچه ها. بسیار پسر گلیه. مرسی دفاع.
گراورد یکم عجله یه ماشاءالله بشه بچه حمله نکرد آفره. و اینکه بچه چقدر دول کارتای امیر حسین کمه ببینین، اسکلتون کینگش بچه 12 خیلی عجیبه. خب اینو چی رو جمع میکنیم؟ ماشاءالله تومسون اینجا کاش اسکلتون کینگ مینداخته، ولی باز هم دفاع انجام میشه ماشاءالله پسر، خیلی تمیز خیلی تمیز. سمینیون باید دفاع بشه، ولش بچه هیچ وقت نکنین. جاتونه دو جالبی نبود ولی خب بلا بد نیست. مرسی کینگ تابرشو اکتیف کرد ماشاءالله. خوب بازی میکنه بچه، خوب بازی میکنه امیر حسین. و اینکه بچه نکته جالب اینه که حمله نمیکنه، میدونه که نباید حمله بازی بکنه، باید دفاعی بازی بکنه ماشاءالله پسر. این نکته که میدونه خیلی خوبه. میبینیم بچه ها اصلا حمله نمیکنن، کار درست هم همینه باشه. مرسی پویزه، بهترین کار رو کرد برل. بعد اسکلتون کینگش لیولش خیلی کمه، اذیت میشه. گراویرد بعدی نیست چون بچه هری فوایزنی نداره، یه فورکرکر داره، یه سمینیون جفتشو انداخته باشه. دیوی درگون میشه اسم میبینین، سایکل علیفو باید بدونیم باشه ماشده پسر. ما شده عیسی و دل ما هم کار تموم شده. واقعا بچه با مزه بازی کرد امیر حسین، جالب پلیده عالی. دفاع انجام میشه، خسته نباشید میگیم بهش. خیلی ممنونم، آن نمره بدم به امیر حسین. نمره یه بچه جالب بازی کرد با یه گراویرد به موقع تا ولریف و زد. من نمره یه 9 رو میدم برشا، امیر حسین انصافا خفن باشه کرد. خیلی ممنونم که تا به اینجای کار ویدیو رو دنبال کردین. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم، ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و عواص هم کامنت بذارین. دوستان گل من لینکه کانال هم توی توضیحات ویدیو هست، ممنون میشم وارد کانال ما هم بشین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.